آقای علی جان هستن ما تنها نمیگیم به خاطر اینکه نمیشه تنها تخلص میکنن ما تصمیم گرفتیم که تنها نگیم چون خدا هستن، ها ایران نجات بدن نوشتن سلام تقدیم دکتر صایب محترم واسه نتا جان موفق برنامه رمز زندگی خوشحالم که باز هم با برنامه شما پیوستم علی هستم از استرالیا سوال من است که چند مدت است که میخوام تنها باشم دور از همه این دوستایم هم. دوست هم. ای چون گفتن میخوام از همه دور باشم چون زندگی این فردها هست و من همیشه خودم تنها احساس میکنم اگر چی فامیل ممرایم هست و هر چی کوشش میکنم باز هم تنهایی را بیشتر اهمیت میدم پس دکتر سید محترم اگر یک راه حل خوب برای میرای کنید ممنون میشم خب به تنهاها جان تنها چی پیشنهاد میکنید بپردازیم به سواله علی جان تنها علی جانه. تنها گفتم خدا تنها احساس میکنم بله این مثلا با فامیل هستن اما تنهایی رو میخوایم و تنها باشن بزرگترین مشکل ده این که وقتی ما میبینیم که خود تنها احساس میکنن با وجودی که بین مردم هستن و ترجیح میتن تنها بودن ترجیح میتن اول خب این یکی از علامت افسردگی است یکی از علایم افسردگی است همین که ما میخوایم تنها باشیم. یعنی ما میخوایم منزوی باشم میخوایم گوشه باشم که گرچه گر یک نوع شخصیت هم داریم شخصیت منزوی که این ای افراد معمولا تلاش میکنن که بیشتر بین مردم نباشه یک بس مش... یک مشکل فقط راه حل که میخوایم اشاره بکنم و اینکه ما از تنهایی نجات پیدا بکنیم رهایی پیدا بکنیم این است که ما خود بسپاریم به او الله پاک ده. روزی که من از او خود تنها از خود دور احساس کردم من دیگه تنهاستم ولو میان هزارها نفر باشم ولو هر هران هر هران بفته من دیگه خوشحال نخود بودم پس پیشنهاد میکنم برادر عزیزم خدا بسپارین به خداوند متعال اما در کنار از اینکه خدا می سپارین بیاین مشکلات زندگی را حل بکنین نمی که تنها هستین چرا فکر بکنین یک بار با خودتون فکر بکنین دلیلش چی چرا میخی از مردم دور باشی آیا مردم بدت میای مردم بد هستن از لحاظ دین مبارک ما پیشنهاد میشه دیگه وقتی که تو نماز تنهایی میخونی این ثوابش با نمازی که در جمع در جماعت میخونی مقایسه کو چقدر حتی پیشنهاد میکنه حدیث پیامبر ما است که مثلا شما نمازهایی که تنها میخوانین او با استفاده از مشکلات کاری یا گپایی که میباشه اما تلاش کنین برسونین خدا جماعت نماز جمعه را حتما در مسجد بلی. کوچک نخونین برین در مسجد جامعی که همه گی هستن که با مردم و در شما یک جا باشین و به با ترتیب دوچار مشکلات نشین از حال هم دیگر آگاه باشیم درست است 100 صد درصد بله با امید از اینکه علی جان هم کوشش که تنهایی رها ره کنن و همیشه در جمع باشن با دوستان خانواده و دلیل پیدا کنن که چی باعث تنهایی شد بعضی وقتها بعضی دلایل آدم داره که باید تنها و گوشکیر باشه دلیل پیدا کنن انشالله رای حل خود به خود پیدا میشه